برنامه‌ای که مشاهده می‌کنید توسط سازمان ایلام تهیه شده و مسئولیت تمامی محتوای آن به عهده این مؤسسه می‌باشد. قلبیان سخت نکن بلکو بیان که مسیح به تناو زندگیان و آوانی جوگ من زندگیان تبدیل بید و با آرامشه که و امرو من گهیم آوانی جوگ بگه. خیلی خوشحالم که بار دیگه همراه با همسرم امیر در برنامه شفای شکست دلان در خدمتتون هستیم. دوستان، از امروز داستان زندگی شخصی رو خواهیم شنید که ایشون کرد بودن و تو زندگیشون به خاطر مسائل مختلف به پوچی و به ناامیدی رسیدن و بارها دست به خودکشی زدن. اگر مایل هستید که ببینید خداوند چطور زندگی این شخص رو عوض کرد، در این برنامه با ما همراه باشید. من توی خانواده کرد به دنیا اومدم و دوران بچگیم اونچنان که یادمه آدم گوشه‌گیری بودم و سعی نمی‌کردم با کسی ارتباط برقرار کنم و با خانواده‌ام هم زیاد با هم جور نبودیم، یعنی اینکه رابطه چندان دوستانه با هم نداشتیم و این دلیل بود که از خانواده من دوری کنم و زیاد با خانواده تو جایی که می رفتن با هم نبودیم. و تو دوران جوانیم به علت اینی که به بنبست رسیده بودم و از لحاظ درونی احساس خلأ می کردم و با وجود اینی که مراسم مذهبی را من انجام می دادم، ولی اون چیزی که در درون من بود، اون کم بود، اون خلأ با اون مراسمم برآورده نمی شد. تا اینی که برای چند بار اقدام به خودکشی کردم، یک بار که با سم، با مرگ موش حتی این کار را انجام دادم، ولی به طور معجزه‌آسایی نجات پیدا کردم و تأثیری رو من نداشت. باز اینقدر تو بحران‌های شدید بودم که دوباره اقدام به خودکشی کردم و حتی با آمپول هوا این کار انجام دادم، ولی اونم تأثیری رو من نداشت و بازم به طور معجزه‌آسایی خدا نخواست که من کشته بشم و بمیرم. دلیل اینی که بیشتر من رو به سمت خودکشی کشیده شدم و اینکه طوری بشه که از این دست این زندگی نجات پیدا کنم، دلایل مختلفی داشت. یکی این بود که تو مدرسه که بودم، معلما برای اینکه درس رو از ما مثلا بپرسن رو ما فشار می آوردن، حتی بچه‌ها رو فلکه می‌کردن. تو خونه که می اومدم سر همین درس پدرم منو میزد که درس رو خوب یاد بگیرم. بعد سعی میکردم با دیگران صحبت کنم، با دیگران ارتباط برقرار کنم. احساس میکردم من اونا از جنس من نیستن، من از جنس اونا نیستم. بعد سعی میکردم با خدا ارتباط برقرار کنم، ولی نمیدونستم چطوری. احساس میکردم خدا خداییه که هیچ وقت صدای منو نمیشنوه، خداییه که اون تصویری که از خدا داشتم یک شخصی بود در نظر من که اگه چپ می رفتم راست می اومدم منو می زد و باید تو همه کاری به اون جواب پس می دادم. و طوری شد که انقدر به پوچی رسیده بودم، انقدر به اون خالی بودن خودم رسیده بودم که هیچ چاره ای جز اینو نداشتم که به زندگیم خاتمه بدم. اون مشکلاتی که تو زندگیم بود، از جامعه بود، از خونه بود، حتی اون مراسم مذهبی هم که تنها جایی بود که میتونستم شاید خاتمه بدم به اینا، اونا هم منو اقناع نمی کرد.
بعد از جریاناتی که فهمیدم واقعا با این کارهایی که انجام دادم، با این میخواستم خودم رو نجات بدم از دست زندگی، بعد از اون یه اتفاق خیلی بزرگتری برام افتاد. توی مسافرت با خانواده که بودیم اونجا تصادف کردیم و شاید بیشتر از 400 متر ما افتادیم توی دره و دو نفر از کسایی که با ما بودن اونها همونجا کشته شدن و مردن. و توی این تصادف من شدیداً آسیب دیدم ولی اونجا نمردم. خیلی آرزو داشتم این تصادف باعث بشه که نجات پیدا کنم از دست زندگی، ولی اونجا هم باز این اتفاق برای من نیفتاد. هرچند نجات پیدا کردم از تصادف ولی خیلی ناراحت بودم و بعد از اون گفتم برم دنبال خدا ببینم چی از من میخواد، چرا من نجات پیدا نمی کنم از دست این زندگی. و به هر حال رفتم با گروه صوفی ها آشنا شدم، یه مدت هم با اونا بودم ولی اونجا هم به اون چیزی که میخواستم نرسیدم و اون چیز درونی من برآورده نشد. خیلی سوالات زیادی تو ذهنم بود بعد از اینی که مشکلات برای من پیش اومد و فهمیدم واقعا اگه خودم هم جلو ماشین بندازم نمیمیرم. برای من خیلی سوال بود و بعد از مدت‌ها با یک شخصی آشنا شدم که ایشون حرفای خیلی زیبایی به من میزد و ولی نمیگفت که این حرفا از کجاست و از چه منبعی داره صحبت میکنه، ولی خیلی شیرین و خیلی آرامش بخش بود برای من. بعد ایشون انجیل رو به من دادن و گفتن این کتاب شما مطالعه کن. بعد از این که انجیل رو از ایشون گرفتم هر چقدر مطالعه کردم راستش چیزی رو متوجه نشدم. بعد دوباره که ایشون رو دیدم گفت که کتاب خوندی شما؟ گفتم بله. گفتش که امروز میخوام یه چیز جدیدتر به تو بگم و گفتش که میخوای که پا توی راه جدید بذاری، میخوای که دیگه مثل زندگی قبلت زندگی نکنی، میخوای با خدای حقیقی آشنا بشی، خدا صدا تو بشنوه، تو صدای اونو بشنوی. خیلی برای من این کلمات خیلی خوب بود چون هیچ وقت خدا با من صحبت نکرده بود، هیچ وقت یعنی اون چیزایی که در قلبم بود نگفته بودم به خدا و دوست داشتم که خدا همه اون چیزایی رو که سالها تو وجود من بود به خدا بگم. و توی فرصتی که با هم داشتیم ایشون گفتن که شما زانو بزن و من برات دعا میکنم. و وقتی که دعا کردم برای شما اون چیزایی رو که من میگم اگه فهمیدی با من تکرار کن. و وقتی که دعای توبه رو ایشون گفتن و من تکرار کردم، اون موقع آتشی که تا حالا هیچ وقت اینو من تجربه نکرده بودم از سر من اومد و از بدن من خارج شد. و بعد از این ایشون منو گرفتن بغل و گفتن تو دیگه مسیحی شدی و به جمع ایمانداران خیلی خوش اومدی. و اونجا بود که خدا یک باری هم از روی دوش من انگار برداشته بود و خیلی سبک شده بودم و خیلی خوشحال. بعد خیلی دوست داشتم که خانواده‌ام هم حتی نجات پیدا کنن ولی نمیتونستم به اونها اون بشارت رو بدم. و چون ما از خانواده بودیم که خانواده من مسیحی نبودند و این برای من یکم مشکل بود، ولی وقتی که با جمع ایمانداران آشنا شدم اونجا یک خوشی، یک خوشحالی از خدا تو قلب من بود. تا اون موقع من یکی دو تا دوست بیشتر نداشتم. تو اون جمع با خیلی ها دوست شدم، با خواهرها، برادرهایی که همه توی یک زمینه بودیم، الان همه ما مسیحی بودیم و خدا رو پرستش میکردیم، خدای حقیقی. واقعا دیگه فهمیده بودم که این راه آخریه که خداوند خواسته من به اون راه برسم. و بعد از اون هیچ وقت دیگه فکر نمی کردم که خودمو از دست زندگی نجات بدم. دوست داشتم با اون کسایی که مشکل منو داشتن با اونا هم حداقل اگه بتونم بهشون این پیغامو بدم، اونایی که مثل من بودن. و یک خوشی بزرگی خدا در قلب من گذاشت که به زندگی امیدوار بشم، به آینده امیدوار بشم و